کشاورزان برداشت خوشه های برنج هسته‌ای شهریار رو از شالیزارهای مازندران آغاز کردن. وزنش هم نسبت به برنجای دیگه یا ارقام محلی خیلی پرمحصول تر است. وزن لحاظ ورس هم اصلا نداره. این مزرعه برنج هاشمیه که به دلیل باد و باران برنج ها کاملا خابیده، اما این طرف رو اگر ملاحظه بفرمایید برنج ها با رقم شهریار هستش که ایستایی کامل خودش رو حفظ کرده. محققان امیدوارند این رقم جدید به حفظ امنیت غذایی کشور کمک کنه. حتی از شیرودی و فجری که به عنوان پرمحصول هستن تعداد پنجاش بیشتره. وزن هزار دانش حدود 27 گرمه، یعنی از ارقام معمولی ما بیشتر هست. حدود اونا 24 هستن، این 27 28 عملکردش حدود 10 تن هست که الان کشاورز داره برداشت میکنه. پژوهشگران مازندرانی از سال 89 با همکاری سازمان انرژی اتمی با کار بر روی ارقام برنج به بذرهای توسعه یافته‌ای دست یافتند که امسال برای اولین بار کشت شده. با صورت پرداختوی اشعه گاما با کوبالت 60 روی 20 رقم کار شده که یه رقمش آمولسه بوده که رقم شهریار از والد آمولسه حاصل شده است. هم پرمحصوله، هم زود میرسه، برای کشاورز خیلی خوبه. امسال 100 کشاورز در استانهای مازندران و گلستان برنج هسته‌ای شهریار رو کشت کردن. برنج با بذر هسته‌ای شهریار یک برنج پرمحصول اما زودرس هست که در 92 روز به ثمر میرسه. زینب نجاتی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای نمودارکلای بابل.